مسعود صاحب، دلته د دې سولې خبرو یو مهمه برخه چې دا بین الافغاني تفاهم دی، مخکې شفقي صاحب مو ته اشاره وکړله تر څو چې موږ یو جامع توافق ته ونرسېږو، او جامع توافق بې له دې نه کېدی نه شي چې اول موږ په خپل منظور کې دلته په یو نظر شو، بیا که طالبانو سره خبرې کوو که امریکا سره خبرې کوو او یو جامع توافق ته رسېږو، نو باید دلته خو یو جامع نظر موجود وي، یو اتفاقي نظر موجود وي. تاسو ته ښکاري خصوصا انتخاباتو چې کوم تقسیم زموږ په ټولنه کې اوس رامنځته کړی دی او کوم جنجال رامنځته کړی دی، د دې انتخاباتو په وخت کې چې اوس نتایج هم اعلان نه دي او د بلې خوا نه د سولې خبرې شروع شوې دي، موږ دې یو توافق ته ورسېږو؟ خو د علایمو نه داسې ښکاري لکه تېره ورځ چې کمیسیون د انتخاباتو د نتایجو نیټه اعلان کړله، درویشتم د دغې میاشتې، پخپله داسې معلومیږي چې متاسفانه انتخابات بحران ته تللي دي. دا بحران خو لا موږ تقسیموي که عرض ته کوم، اما په یو شي کې چې موږ بیا نشي تقسیمولی، دا ماته پرون ښه معلومه شوه چې د سیاسي عذاب لکه چې ما درته وویلې چې د اول ځل دپاره ما په کابل ښار کې هغه جاهد علما چې هغه تاسې حساب یې کولی شئ د پوهنتون استادان مجموع کې یو څوک هم نه و چې د دا ویلي وه چې دغه انتخابات ښه انتخابات و، شفاف انتخابات و، سرتاسري انتخابات و. نه 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 نه، فقط دا ویلي چې دا یو ډرامه وه، شپاړس اوولس میلیون نفوس ثبت نام کړی ده، یو میلیون یا دولس یا درس لاکه خلکو پکې ګډون کړی ده، هغه هم له نتیجه نه معلومیږي. یعنی اولویت د خلکو په مجموع کې سوله و، لکه چې مخکې شفیقي صاحب اشاره ورته وکړه، د افغانستان خلک په سلو کې نیم فیصد د سولې غوښتونکي دي، او سوله په خپله دغسې یو مقدسه کلمه ده چې په هغې کې لکه ده چې وویلې چې عزت بې عزت، خپله سوله بې عزت خبره ده. خو دا سوله د دې شک نشته دی، لیکن ټرمپ دا کار دې ته لغته ورکړه که نه، ټوټې وکړه، د سولې پروسه ودروله، او د هغې نه وروسته انتخابات وشول، او اوس انتخابات موږ یو جنجال خواته وړي. دغسې یو جنجال چې اوس انتخاباتو رامنځته کړی دی، په دغسې یو وخت کې به موږ یو توافق ته ورسېدلی شو، بین الافغاني توافق څه چې ورته وایي. ګوره، زه ما مخکې اشاره ورته درلودله، دغه د انتخاباتو په جریان کې همداسې نتایج نه و معلوم. چین د یوې پراخې افغانستان شموله غونډې دپاره تابیا نیولې وه چې طالبانو همدا ومنله. زه چې څومره معلومات لرم یا په جریان کې یمه، دغه غونډه همدغه موجوده حکومت وځنډوله، او فقط دغه یې ویلې چې یوه هفته دوه هفته د ځنډ پکې راشي. دوی په دې پام کې و چې ګویا په انتخاباتو کې به موږ په دغه ابتدایي نتایجو کې به اعلان شو، یقین موقع به لاړ شو که نه. اولا که هغه بین الافغاني مذاکرات نه، هغه بین الافغاني تفاهم و. زه اوس راځم هسته خبرې ته درته. جناب ځواک صاحب، کله چې په مسکو کې بین الافغاني مذاکرات شروع شول، د سولې د عالي شورا هیات ولاړه، د وخت سفیر چې د موجوده رئیس جمهور آکاو دی هم پکې شرکت کړی و، اما کله چې غونډه د طالبانو سره خلاص شوه، همدغه حکومت و چې د همغې هیات مخالفت یې وکړ چې دا د افغانستان د خلکو نمایندګي نشي کولی. ګوره، سوله غوښتل په دې حکومت کې د ځینو خلکو په نسبت باندې دا جرم، او اوس هم د ځینو خلکو په نسبت باندې جرم ده چې سوله غواړي. بله لویه غونډه چې په مسکو کې جوړه شوه، طالبانو سره دا سوال که دغسې مطرح کړم چې د دې حکومت په موجودیت کې به افغانان یو تفاهم ته څنګه ورسېږي، ځکه دغه حکومت خو شته دی نو حاکم دی در باندې، او مطلقه یا دا امکان لري چې دا حکومت له پامه وغورځو، غیر د حکومت ده، یعنی منفی حکومت، افغانان یو تفاهم دپاره کوشش وکړي، دا کار کېدونکی دی؟ راځم دغې نقطې ته درته. په مسکو کې غونډه وشوه، موږ په ډېرو مواردو کې د غوډو ګنډلوال په ډېرو مواردو کې د طالبانو سره هم نظر و، په ډېرو مواردو کې. زما خبرې هغه څوک چې ګډون یې کړی دی هغه یې اوري. ښه اقدام و، په ځای اقدام و، شروع و د دغه کار. اوس هم د طالبانو تحریک دې ته حاضر ده چې د افغانانو سره خپله ناسته وکړي، بین الافغاني تفاهم وکړي.
زچی څومره برداشت کوم یا زما تحلیل دا ده چې د دغه بین افغاني مذاکراتو یا بین افغاني تفاهم د ناستو په اول قدم کې مخالفت د مسکو د غونډې نه وروسته امریکې وکړه او د امریکې په واسطه باندې بیا دغه موجوده د ملي وحدت حکومت مشرانو وکړه. او اوس چین کې هم دغه کار وشو؟ عین کار په چین کې هم وشو. اوس به راسو دې ته چې که چیرې چې د علایمو نه داسې معلومیږي چې دغه انتخابات ګټونکی نه لري، دا به دوم پړاو ته خامخا ځي. زما برداشت دا شی ده چې دا دوم پړاو ته لاړل په اوس وخت کې نه انتخابات کېږي، نه شرایط ورته برابر دي، نه د خلکو علاقمندي ورسره شته ده. دا حکومت ذاتي نور هېڅ مجال نه لري چې د حکومت په نوم باندې حکومتداري وکړي. طبیعي خبره ده چې دلته به یوه سرپرسته اداره جوړیږي، داسې اداره به جوړیږي چې هغه به سولې ته هم ژمن خلک وي، په سولې به هم باور لري، اولویت به هم سولې وي. تر دغه دمه چې زه درسره غږېږم ځواک صاحب، زه په دې حکومت کې اراده لپاره نه وي، یعنې تر څو چې یوه بله اداره رامنځته شوې نه وي، د دې حکومت په موجودیت کې سولې خبرې کامیابېدلې ستونزمن دي. خو یو شی بل هم شته، که چیرې امریکا په سر کې امریکا د امریکا چې دا پزیت ما پرون د ډاکټر صاحب خلیلزاد ولید چې دا نه اتو ته لاړ، هلته چار جانبه کانفرنس درلوده، دلته په جلا سره راغی، ټولو مشرانو سره یې وکتل. علاقمندي چې د افغانستان د جنګ نه دوی پښې سپکې کړي، نو بیا په دې حکومت باندې هر څه کولی شي. اما تر څو چې د امریکې فشار پرې نه وي، زه فکر کوم چې اخیستل کېږي د سولې لپاره، دا بیا په مقابل کې خلاص. جناب ډاکټر صاحب، تا کې فشار امریکا، یعنی امریکا تصمیم نګیره، حکومت مشکل ساز است، لیکن علی روزنامه شهادت ارگان نشریات حزب اسلامی یک خبر به نشر رسانده که غنی یک خطر روان کرده به امریکا که امانند مذاکراتی که با طالبا جریان داره، امریکا با حکومت افغانستان هم درباره صلح مذاکرات آغاز کنه، لیکن تا هنوز امریکا کدام جوابی برش را نکده. یعنی یک پروسه کلان نال مذاکرات آغاز شد و با حکومت و باز شرایط و جنجال ها، نقش این حکومت چگونه ارزیابی میکنین؟ و بجای حکومت اگه دکتر اشرف غنی بگویم، نقش و موقف دکتر اشرف غنی در مورد صلح، و اگر مشکل ساز باشه این نقش بجای همکار، پس رای حل چیست؟ ببینید، حکومت افغانستان اداره که در کابل، حکومت افغانستان بدون شک یک طرف درگیر، یک طرف جنگ است در افغانستان، و این حکومت یک واقعیت هم است، واقعیت در روی زمین است، به صرف نظر از اینکه حکومت چقدر مشروعیت داشته نداشته از نظر قانونی و غیر چیزی است که هر سال، لیکن یک واقعیت موجود است که یک حکومت است، یک اداره است، وزارتخانه است، اردو است، قوه امنیتی است، پلیس است، یک جهت است، ولایت‌ها را تکن ترول دوله ولسوالی‌ها را در مجموع، یک واقعیت است که باید در هر نوع مذاکرات صلح واقع بینانه انسان باشه. باید نقش حکومت یا اداره که فعلا موجود است، حکومت باید در مذاکرات صلح و در معادلات صلح باید همیشه در نظر گرفته شود. و ما گمان میکنم که اشتباه بسیار بزرگ است که ما قبلا نمی رس کده بودم، دیدگاه ما همیست که نادیده گرفتن حکومت در کابل در مذاکرات صلح یا دسته کم گرفتن حکومت در حقیقت خودش یک اشتباه تاریخی است. حکومتی که مخالف صلح قبلا نمی کار شده بود، در وقت قضیه جنگ مجاهدین با دکتر نجیب الله، و به خاطر یک باید او تجربه دوباره تکرار نشه، اما این به جای خود باقی است. لیکن حکومت باید وظیفه‌اش است که کسایی که در رأس حکومت قرار دارند در مجموع، اونا منافع ملی افغانستان، منافع ملت افغانستان قربانی خواستها و خواهشات شخصی خود و منافع شخصی و خانوادگی خود باید نکنند. این هیچ مهم نیست که کی در ارگ باشه، این به یه تناسب زیاد مهم نیست، لیکن مهم است که دفعه بعد بخوانه بعد بخوانه بسیار مهم است که استقرار باشه، نه درک باشم، نه امیش تپای کلان است. مهم است که مهم دفعه استقرار باشه، ثبات باشه، امنیت باشه، توسعه باشه، پیشرفت باشه، و افغانستان بره به طرف یک ثبات سیاسی به خود. لیکن متاسفانه ریکارد حکومت موجود، حکومتی که در زیر تحت ریاست جناب دکتر سید اشرف غنی از 5 سال به طرف چه حکومت میکنه، متاسفانه در قضیه صلح ریکارد درست نیست. مثلا در قضیه انتخابات، انتخابات میتانه یک انتخابات شفاف، هم فراگیر، همه جانبه، سرتاسری، قانونمند، با اعتبار، از همه خلیه با اعتبار خیلی مهم است. در انتخابات میتانه که حداقل افغانستان به طرف سوق بده، به طرف ثبات سیاسی، خود تعیین زعیم و رهبر و رئیس جمهور از طریق صندوق رای،
ای که مستلزم بهبود سیستم انتخاباتی است میتونه ای کمک کنه به ثبات استقرار افغانستان. لیکن متاسفانه ریکارد حکومت، ناکامی حکومت یا حتی بگیم بدنیتی حکومت در بحران کشیدن انتخابات، انحراف انتخابات از انتخابات پارسال پارلمانی تا به انتخابات کنونی ریاست جمهوری واضح و مشهود است. یعنی کسی که در رأس حکومت است او باید از همه مردم که حریص‌تر باشه، جدی‌تر باشه، صادق‌تر باشه، مخلص‌تر باشه به اینکه پروسه انتخابات شفاف باشه و طرف شفافیت بریم. لیکن حکومت متاسفانه به خاطر بقای خود، رأس حکومت و کسایی که در حول مستفید است از حکومت به خاطر چوکی و به خاطر منافع مادی خود در مجموع اینا کوشش می‌کنن که پروسه ملی رو به انحراف بدن، تقلب کردن، تقلب بسیار گسترده کردن، سیستماتیک کردن، منظم کردن قبل از انتخابات. فرض کنن این حکومت دکتر صبر افغانی برنده انتخابات، من تکمیل نکردم استاد، میگم تکمیل بس فوتو بگم، حکومت قبل از انتخابات، در جریان انتخابات و متاسفانه بعد از انتخابات در سبد به انحراف کشیدن و بحران بحران بردن این پروسه انتخابات است، نتیجه تقلب و خیانت با دستبوز دادن با آرای مردم. تمام به خودی خود این زمینه را این مسئله که وضعیت بحرانی شده، حکومتی که با وجود نه حکومت آینده نمایندی مردم نباشه و حکومت ضعیف باشه و طبعا این افغانستان رو بیشتر به ثبات میسازه، مردم به صندوق رای، به انتخابات، به همه چیزا بی باور میسازه. به این خاطر متاسفانه کارهایی که خود حکومت میکنه در حقیقت تیشه به ریشه خود میزنه، علاوه از اینکه افغانستان متضرر میسازه، ملت متضرر میسازه، تیشه به ریشه خود میزنه. به خاطر در حقیقت یعنی باز بگم که به این ترتیب ادامه حکومت امکان نداره. مثلا انتخابات بحران بوده، کس نتیجه انتخابات قبول نمیکنه. به طور مثال کس نتیجه انتخاباتی که پر از تقلب باشه، پر از قانون شکنی باشه در مجموع، مردم تیم های انتخاباتی و مردم افغانستان نتیجه را قبول نمیکنن، پروسه میره به بحران و حکومتی که به هر زمین سازی به این میشه که اداره ضعیف شوه، گرفت حکومت ضعیف شوه، حکومت بی اعتبار شوه، واقعی اعتبار باشه، پروسه صلح خراب میشه. از این میتونه پروسه صلح اگر حکومت به این باشه که ما سر قدرت بیم باز به طرف صلح میرم، در نتیجه انتخابات این مشکل و نرایی است. لیکن میتونه که این اگر انتخابات به بحران بره، یک راه میتونه ایست که و به بحران رفته عملا بحران رفته. چی مفهوم داره که شما انتخابات مثلا شما در عمان کشور بسیار کوچک است، در خلیج فارس است، در خلیج عمان دو روز انتخابات شد، دو روز این صبح چی بود؟ تا صبح نتایج در همه مجلس بود. در تونس انتخابات شد، انتخابات دیگر مردم شام میفهمیدن که رئیس جمهور کی است. به صورت نتیج معلوم بود، سوال دو روز بعد، سه روز بعد، چهار روز بعد رئیس جمهور فعلا در قصر از قصر قرطاج رفت رئیس جمهور جدید. هر زمانی است که اراده برزی نیست. ما متاسف هستم جناب زباکس، تنها به شما یک کس ملامت نکنید آقای دکتر بشرف غنی را. یک تعداد افرادی که درس خوانده هستند، تحصیل یافته هستند، خارج رفته هستند و همیشه کالای نکتایی سر خوب میپوشن، به احترام نکتایی شما، یا ایست که کالای افغانی بسیار لباس افغانی خوب تو پشاور جور میکنن، تیار میکنن و اینجا خدا نشان افغانستان را، بیرق سیگانه را، بیرق افغانستان را در جور میدن، به حد وطن فروش، به حد خائن، به حد یعنی مفسد هستن که اینا با وجود پیش دی و دکترا و ماستری و چند زبان گپ زدن همه چیزا، اینا هیچ دلبستگی به این وطن، به این خاک، به این مردم ندارن، غیر از شهوت فرج به عیبی مف باشه و غیر از شهوت نان خوردن و پول هیچ چیز دیگه اینا نمیشناسن و فقط منتظر هستن چگونه ملت اینا چور کنن و دزدی کنن به ملت و اینا هم شریک جرم دکتر صبر اشرف غنی و حکومت هستن. متاسف یعنی تا عرض ما است که ما باید اشاره کنیم که ولی بین کسایی که ما تلیت نمیزه گفت میانه با وجودی که درس خوانده است ادعای وطن دوستی میکنن و همیشه از افغانستان گفت میزنن و نامان الله خان است و برنامه استقلال افغانستان است و خپلواکی است و افغانستان باید آزاد باشه و همه، لیکن اینا به حد خائن، به حد خیانتگار و جفاکار هستن که اینا در هر پروسه رو به انحراف میکشن، دزدی میکنن، اختلاس میکنن. یعنی شما یعنی قضیه تقسیم کردن پول را که شما کلیپایی که میبره یعنی این دوست پولایی که حتی اشتی که خودشان برشان کار میکنه از اون دوستی میکنه. یعنی عرض مهیز که از همین یک اردو یک چی دست میگن که یک تعبیر اردو از بسار جالب است، میگن دونو هاتون سے لوٹ رہا ہے، با دو دسته اینا چور میکنن، دوستی میکنن، حقیقت اینا با دادست دوستی میکنن. به خاطر عرض مهیز که تا ای افراد و ای مجموعه با ای عمل کرد اینا در حکومت باشن، در کنار دکتر صبر اشرف غنی قرار داشته باشن،
یقین کنین که نه صلح در افغانستان نه به خاطر که اون دشمنای صلح هستن از نام صلح اینا الرژیک هستن حساسیت دارن شما ببینین که یعنی هر چی من کم شه من دستاورد 10 سال گذشته از 10 سال گذشته مثلا خوب بعضی دستاوردها ممکن خوب باشه مثل آزادی بیان کلمه گپ نمیزنیم و این نتیجه کرم از اینا نیست این زور ملت افغانستان است که اینا خود بره بودن مخدرات بی امنیتی قتل کشتار پسماندگی گدایگری فقر اقتصادی خیلی خطرناک یعنی اینا میخوان کشور برن به طرف قهقرا لیکن عرض میز که ملت افغانستان مردم افغانستان اینا ما گمان میکنم که دیگه تصمیم خود میگیرن و حساب خود با این مجموعه ای که غیر از چور و چپاول و اختلاس و مخالفت با صلح امنیت استقرار اینا کار دیگه ندارن حساب خود تصفیه میکنه ما دل من دی روزایی که ما در اینجا هستن دلشون بس که به قوی امنیتی نمیستن دروغ میگن اینا میگن ما قوی امنیتی افغانستان لیکن دل از نگه به قوی امنیتی افغانستان نمیستن اینا رو ماشایشون رو برستن این برای مردم اینا رو به کشتار برابر نکنن به قتل برابر نکنن تشکر به خاطر مرز میز که در جرم نه تنها راست شریک است بلکه کسای دیگه که در ماحول قرار دارن هم از کشور اینا باید هر کدام از من ملت افغانستان خیلی نشان میگیره اینا رو به حکومت کشمیر تشکر شفیق صاحب ډیر مهم شته ډاکټر صاحب اشاره وکړه لپ دغه وضعیت کې چې موږ سولې دې ډېر وګدې جګړې بلاخره حل باید پیدا کو وغه تکار کو نو دیوی خوانا نړیوال دی امریکا دا چې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره دلته یو منافقانه سیاست لري او د بل خوانا په داخل کې خائن رهبران دي نو سولې توقع به څنګه کوو موږ دلته دغه رقم رهبران او نړیوال د خپل نور اهدافو سره دلته په دغه لوبه په دغه میدان کې حضور لري ملت بیچاره په داسې وضعیت کې دی چې دغه دوه شریع و مجموعونا دید من نه دید منگولونا سولا رو باسی و افغانستان سول خاطر لرش چه رقم وضعیت کی؟ زوک صاحب دو خبر پا دی رابطه مهمی دیه و دا چه مخ تاریخ تا نظر و چه و پا تاریخ که افغانستان غنده چه کمزور هواد ده و وسخوده رو ورشوه هم ده پا خانه هم نده پاته افغانستان ډیر لوی و همدغه سیالات پرې راغلل ډیر وړوکی شو خو په تاریخ کې د تمدنونو هدیره ده تمدنونه پکې خاورې شوي امپراتورۍ پکې خاورې شوې امپراتورۍ په ګونډو شوې نوم یې اوس نه دی پاتې او دا په همدې چې داسې وختونه په ملتونو راځي چې په دوه لارې کې دري یوې خواته د خپل هویت او د خپل استقلال او د ملي حاکمیت او د خپل ټول تاریخ او د حماسه او د هر څه نه یې د پالار ده هغه به ساتي قرباني غواړي خو هغه به ساتي بلې خواته د تاریخ یې د خپلې سابقې د څو زره کلن تاریخ یا څو سوه کلن غټ قوتونه یې هر څه دا یې ختمیږي ذلت ته ځي افغانستان دغسې حالت کې قرار لري د موږ خاین مشران چې ټول په معاملو لګیا دي ټول د استعمار او د استکبار او د استخباراتو نوکران دي یوې بلې خواته په اصطلاح لاسونه باندې که د افغانستان وخت د هغو په لاسو کې وي حکومت دی او حکومت د بیرون سیاسي مشران دي خو دولت په همدغه دوه لارې کې ولاړ دی د ملت که د خپل استقلال اراده وکړه زعامت به هم پیدا کړي متحد به هم شي او په یو محور به هم راټولېږي او بالاخره به د امریکا سره د نړیوالو سره د ګاونډیانو سره دې سره به حساب وکوي او دغه هوښیاري ما مخکې هم اشاره وکړه دا هوښیاري موږ په د ملت کې کوه زه امید لرم چې دا هوښیاري پکې پیدا شي یو دوام دغه حالت موږ دغه اوسنی جنگ د افغانستان دا مطلق د افغانستان په جغرافیا کې محدود نه دی دغه حالت د سیمې جنگ دی د سیمې جګړه ده د سیمې حالت دی په د سیمې هیوادونه یې په مقابل کې اوس حساس شوي یعنی موږ ملت یو فرصت پیدا کړی داسې حالت نه دی چې یو طرفه معامله ده امریکا راغلې د موږ په ملت تور سیوری د وحشت خپور دی او نه د افغانانو غږ پورته کی نه اوس شته مهم خبر ته اشاره وکړه سیمې هیوادونو سولې او ثبات هم افغانستان سره تړلی دی دا یو فرصت دی لیکن که دلته یو صادق او یو ملي محور
موجود وی خود دینه دیو فرصت پتوگه استفاده کهی سیمی هیوازونه و افغانستان مشترکن سولی ده پاره کار که بشی خو که داسه نوی نو بخو به سیمی هیوازونه یعنی نیابتی جبری خود افغانستان بیه ما تاستاو ویچه ده زمینه چه مسایده ده پا دوار خود که افغانان اخه افغانان تاست دو در و یو کال افغانان دی امریکا و دی ناتو پر ابتا چه دوی کم تصور در لو مرتاست شایدان یو د افغانانو زه د فکر کوم شاید د 50% صدا یې موږ تاسو په شمول چې د یو ابرقدرت سم جنګ کړی و مقابله هم کړې وې د هغو په شمول هم امیدوار و په دې امیدوار و داسې هم نه وې چې امریکا به دومره سپیتانې ته مخه کوي چې د افغانانو په وژلو به دوی مستي دا نوره دنیا به یې موږ سره دومره مخالفتونه او رضالتونه کوي مقدس فکر کاوه چې دا شعارونه دوی ورکوي موږ به دلته داسې ژوند شروع کوو چې د مهذب دنیا سره به همګام و افغانستان خو د دوځلي د یوې توطیې ښکار شو د دوستۍ په جامه کې ورسره خیانت وشو نو زه داسې فکر کوم چې هغه حالت په افغانانو کې نه دی په مجموع کې په افغانانو کې هم نه دی پوهېدلي نو د دغه هغه اصلي لامل یې چې د بهرنیانو دلته ډېر نامناسب ډېر د وحشت نه ډک شتون دی هغه به ختمي پر صورت ممکنه نه ده چې دغه رقم دوام وکړي دوام د دوی سره تړلي دوی اردلیان په دغه رقم ممکنه نه ده چې په دې ولس کې دوی ژوند وکړی شي او پاتې شي چې دوی د خرمستۍ کوي په نور ولس د دې ورځې ته 300 زیات قرباني ورکوي دا ممکنه نه ده نو زه دغه دواړه همدې سیمې په کچه دغه یو احساس راپیدا شوی برالله د دې سولې غږ د چین او د روسیې او د نورو ځایونو چې راپورته کېږي دا عادي خبر نه ده افغانانو په منځ کې نو زه دو ته امیدوار یم او دا حکومت به مثلا حکومت هر څوک چې وي یا به خپله قبله د ملت د ارادې سسامه بدلوي یا به فنا کېږي ملت به خپله قبله د ملت د ارادې سره سمه بدلوي او که نه وي نو فنا کېږي فنا کېږي به زه فکر کوم چې همداسې به کېږي ډېره زیاته مننه کور مدن سلامت سي ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مرسي